عیال حسین را نزد ابن زیاد آوردند. زینب در میان آنان بود، ناشناس و با جامه های کهنه. کهنه تر و پستر جامه خود را پوشید تا شناخته نشود. به کناری در آن قصر بنشست و کنیزانش گرد او بگرفتند. ابن زیاد گفت: این که بود که با کنیزان خود به کناری خزید؟ زینب پاسخ نداد. بار دوم و سوم همان سخن اعاده کرد و از او بپرسید. یکی از کنیزان گفت: این زینب دختر فاطمه دختر رسول الله است. ابن زیاد روی بدو کرد و گفت: سپاس خدای را که شما را رسوا کرد و کشت و افسانه شما را دروغ نمود. زینب گفت: سپاس خدای را که ما را به پیغمبر خود محمد گرامی داشت و از پلیدی ها پاک گردانید. تنها فاسق رسوا می شود و فاجر دروغ می گوید. حمد خدا را که او دیگری است غیر ما. ابن زیاد گفت: کار خدا را با خانواده چگونه دیدی؟ زینب گفت: جز نیکی ندیدم. آنها گروهی بودند که خداوند بر آنها کشته شدن را مقدر کرد، پس به سوی آرامگاه خود شتافتند و خداوند میان تو و آنها جمع فرماید و با آنها محاجه و خصومت خواهی کرد. پس بنگر در آن روز که فیروز گردد. ای پسر مرجانه، مادرت به عزای تو نشیند. ابن زیاد تند و افروخته شد و گویی آهنگ قتل او کرد. عمرو بن حریث گفت: ای امیر، این زن است و زن را به گفتار نگیرند و در سخن ملامت نکنند. ابن زیاد گفت: از گردن کشی بزرگتر خاندان و خیشان تو دردی به دل داشتم که خدا شفا داد. دل زینب بشکست و بگریست و گفت: سرور مرا کشتی و خاندان مرا برانداختی و شاخه مرا بریدی و ریشه مرا کندی. اگر شفای تو در این است، البته شفا داده شده ای. ابن زیاد گفت: سج نیکو می آورد، پدرش هم سج گوی و شاعر بود. زینب گفت: مرا چه با سج؟ سرم گرم کار دیگر است. از سوز سینه چیزی بر زبانم جاری شد که گفتم: السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.